بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم درس امروز ما درباره شرک در صفات است ما شما شرک در ذات خواندیم شرک در افعال هم خواندیم شرک در ربوبیت بود شرک در الوهیت بود که باز شرک در الوهیت قسم بود یکی شرک در عبادت بود و یکی هم یکی هم شرک در اطاعت بود از شریعت و آخری بخش شرک است, است، شرک در صفات است که چه قسم در صفات الله متعال شرک پیدا میشه شرک در صفات الله دو قسم پیدا میشه صفات الله به دو شکل يا یا قسم اولشی است که صفات الله برای مخلوق داده دا شده صفات الله برای مخلوق داده دا شده یعنی يعني مخلوق در صفات الله شریک شده و شرک در صفات از طریق این میشه که صفات مخلوق بر الله نسبت داده شد مشرکینی که قبل از اسلام بودن به می دو شکل شرک می‌آوردن. همه سالای شبرتان می به ذهنتان خوب کار بکنه مثلا ما و شما مسلمان ها عقیده داریم که الله الرحمن است رحیم است هیچ کس تر بر ما از الله کردن نیست ما عقیده داریم که الله سمیع است بصیر است عالم الغیب است عقیده داریم که الله سبحانه و تعالی قریب است و مجیب است دعاهای ما را اجابت میکنه مجموعه ای از صفات الله سبحانه و تعالی در قرآن از مشان و در احادیث رسول الله صلی ذکر شده ای چی است توحید در صفات است ما و شما صفات الله را مشناسیم صفات مخلوق مشناسیم صفات الله را به مخلوق نسبت نمیتیم صفات مخلوق را به الله نسبت نمیتیم و صفات الله را از مخلوق تقاضا نمی چی صفات ذاتی الله باشه و چی هم صفات فعلی الله باشه ما او را از مخلوق تقاضا نمی کنیم شرک در صفات چه قسم پیدا میشه؟ مثلا می بینیم که مثلا مشرکین قریش چه قسم شرک در صفات کردن و یهودیا و نصرانی ها اینا چه قسم شرک در صفات الله کردن و مردم های بیدین چه قسم شرک در صفات الله میکنن مشکل مشرکین قریش یا مشکل بتپرستی و قبرپرستی از کجا پیدا میشه که باز اونجا شرک در صفات الله پیدا میشه مشرکین یک فلسفه دارن فلسفه اساسیشان چی است فلسفه اساسی مشرکینی است که مشرکین الله الله متعال با پادشاه ها تشبیه میکنند اول مشرک اساس شرکی نمیشه است تشبیه است مشرکین مشرکین قریش و مشرکینی که در روم بودن اینا کلشان فلسفه شان وقت مشرکین قبرپرست شما تا که قبر پرستا بیشنین. قبر پرست و بود پرست و مخلوق پرست کلش این یک فلسفه دارن چی از اساس فلسفه ایشان که تشبیه میکن خالق متعال بر با پادشاه ها همین مثال میتاره شما سعی قاعده رو وقتی که یاد گرفتین بس خود به خود میفهمین که اینی قسمت شرک انت پیدا میشه و وقتی که الله را با پادشاه تشبیه میکنن ما و شما از دیدگاه عقیدتی مجردی که یک مشرک پیش ما میه و میه که خالق متعال مشابه به پادشاه هست ما و شما میم که نخیر در قرآن از مشان برای ما و شما گفته شده که لیس کمیسلیه شی تشبیه کردن خالق با پادشاه و با هر مخلوقی که باشه شرک است از دیدگاه عقید اسلامی ما ایره قبول نداریم ما تشبیه قبول نداریم مشرکین ایره قبول دارن قبر پرستا ایره قناعت میکنن وقتی که در اول امرایشان قناعت شد که مسلمان اگر آمد برابر شد مسلمان عقیده داشت و عقیده را میفهمید اهمیت عقیده است. می است که وقتی که یک مشتک مب... روبرو میشی مجرد که او خالق با مخلوق تشبیه میکنه فوراً برش میکنه نه ما خالق با مخلوق تشبیه نمی کنیم و آیت قرآن اصلا ایسا مثل تلی ای. شایی اما اگر کسی عقیده را نمی فهمید ای را که سیز خالق مثل کی است؟ مثل پادشاه است سیز؟ می باز فلسفه دومی, دومی را بعد بیان میکنه وقتی که اولش پذیرفتی دو در دومش دو در دومش میگه دوم چی میگه برات دوم یا فلسفه دارن میگن که خب وقتی که خالق مثل پادشاه شد سیست شما که میگه پیش پادشاه میرین مستقیم رفته میتونی نه میگی رفتن نمیتونم نه قناعت میته پیش پادشاه رفته میتونی میگی نه پادشاه کس نمیمانه. تو نمیمانه پادشاه تو اجازه نمیتن تو مجبور هستی وقتی که میخوای که پادشاه کدام عریضه داشته باشی تو نمیتونی کت پادشاه بیرین تو غریب هستی تو بیچاره هستی تو رویسی هستی تو گناگار هستی تو ملامت هستی تو فلان هستی فلان هستی فلان هستی پس تو مجبور هستی پیش یک کس دیگه میری که او مقرب است دوست است با پادشاه نزدیک است میری عریضه ایتا بر از او میتی اینمی مقرب پادشاه که است چی سکرترش باشه چی وزیرش باشه چی رئیس دفترش باشه ای ترا گرفته عریضه ترا گرفته و کی را پیش میکنه؟ پیش پاچه ها ترا پیش میکنه آ اگر میگه غلط است چون تو کدش قبول کدی چون این نفر کدش قبول کرده که بله خالق مثل پادشاه وارز میگی گپ هست نیست میگی بله ای هست این اگر کس عقیده داشته باشه تو برش میگی در جوابش میگی که برادر اول خود تشبید غلط است دوم غلطی است که وقت تو خالق و پادشاه تشبیه میکنی پادشاه ظالم است پادشاه خائن است چرا پادشاه ریزی مرا نمیگیره به خاطر که پادشاه ظالم است مردم های قدرت داره میمانه به قدرت نمیمانه پس پادشاه ظالم است پادشاه چرا سکرتر گرفته به خاطر پادشاه محتاج است کل کل عریضه را خوانده نمیتونه مجبور است که سکرترش بشینه سکرتر خانو چی است تو عریضه نش چکدی باز سره عریضه شما سعی کنین اما چیز سکرترش باش خلاصه ش نشتا میکنه که عریضه دباری فلانی است بسیاری وقت امر اون نشتا میکنه او باز یک امضا میکنه صحیح نه پس معلوم میشه که این یعنی پادشاه کس یا یعنی رئیس کس این ظالم است مرا نمیمانه دوم محتاج است عاجز است نمیتونه کریزه کلگی رو داترسی بکنه پس به خاطر عاجزی چی نمیکنه انال تو که خالق به پادشاه تشبیه کردی چی کردی صفات زشت خالق به کی نسبت دادی از پادشاه به کی نسبت نسبت دادی به الله نسبت دادی و این کفر است هیچ چیز کفر است که تو صفت ظلم به این نسبت بدی وقتی که تشبیه کردی دو کس با دو کس تشبیه کردی پس هر صفاتی که او داره او هم چی کرد؟ پیدا کرد سیز نه؟ مثلا من تارم میبینم مرد بگم او ولی تو مثل امی یکان بچه هست والا امی خود تو که هستی امی بچه های واریسی وارسی خطک که اینجا ماندی اینال وقتی که تشبیه کردم تارم به او بچه ایتالاوی اینال او بچه ایتالاوی چی هست؟ کافر است بدین است ی روی خودتو خطک ها که جور کرده مقصد خراب داره پس امون صفات اون چی شد؟ به او همه نسبت شد مثلا این نفر همه که اوه تو خب بیخی گل زمان وارستی که گفتش گل زمان وارد چی مانا؟ یعنی تو دلچیستی، تو سازنده هستی تو خواننده هستی سزنه؟ نه؟ این حال وقتی در تشبیه نمی بدی هست اگر که یک کس رو به خوب تشبیه کردی و یا به بد تشبیه کردی اونم صفات از رو دیام باشه خب حال وقتی که اینا خالق مطالع به پادشاه تشبیه میکنن اول شرکش در چی پیدا شد؟ در خود کلمه تشبیه پیدا شد دوم شرک در چی پیدا شد؟ شرک کفر که صفات ظالمانه پادشاه را برای کی داد؟ برای الله دا نسبت داد و این کفر است سوم مشکلی که پیدا میشه این حال میگه که تو خروسی شرمنده هستی بدبخت هستی تو را الله نمیپذیره پیش از این شخصی که الله که مثل پادشاه شد پس آل میگه برای الله وقتی که میری چیکو مستقیم نرو پیش سکرترش برو سکرترش نمی می قبر است یا نمی بوت است این حال چی مشکل پیدا میشه؟ چی مشکل پیدا میشه؟ مشکلی پیدا میشه که اینه صفات صفاته رحمان رحیم سمی قریب و مجیب الله برای کی داده میشه؟ برای سکرتر داده میشه بیا تو تو هم اینا رو فکر کنیم سعی کنیم اینا ای دو نفر پشمه کار دارن سعیست؟ اردوی از یا؟ مثلا پشمه یک مشکل داره این خودش آمد برای گفت استاد الان من این پانتون محصل هستم این خود است سلف شاگرد شما زده ایست چی مشکل داری؟ میگو درس خانده ایم هرچی خانده بودم این روز امتیان یک همک فکرم صحیح نبود یک سوال از پیش مانده یک دو نمره کم دارم که امید دو نمره را اگه برم بدی من کامیاب میشه این حال ای چی کرد؟ مستقیما پیش من چی آمد چرا آمد پیش من مستقیما بگه ولی استاد خب میفهم تو استاد مثل پدر انسان میباشه و مهربان میباشه و هیچ کس بر ما اما روزا مرا دیدی و همیشه با همه که دیگه خدا مشناسیم و دیگه ما میفهم که خودت مهربان هستی و هیچ وقت ظلم هم اشتباه از ما شده بنا ما آمدم اگر خلاص سایز در درست خاندی زامت کشیدی آزید خوب است کل شده یک دو نمره رای روزانه کمک این ای مرا مهربان فکر کرد سایز نه؟ این مرا چی فکر کرد؟ مهربان فکر کرد و به اساس مهربان اینه میگم چی گپ است این خودش نه که خود یک نفر واسطه آورده این گپ نمیزنه کیش گپ میزنه مستش. واسطه شو اومده که استاد الله سبحانه بچه بسیار خوب بچه این بسیار زحمت کش است این فلان است شاگرد شماست آری توصیف از رو شروع کرده برای من این حال من میگم خب چی مشکل داره یک دونه مرا مشکل داره خب ما برش میگم خب چرا خودت نامدی؟ این مرا مهربان فکر کرد یا واسطه خدا مستقید. از طریق واسطه میخواه که مهربانی مرا چی پیدا <تصفح> <قاعده> بکنه <تصفح> این مشکل مشرکین در این هست که ما وقتی که مسلمان هستیم کل ما مراجعه میکنیم با کی مستقیما به الله چرا ما میگیم الله رحمان است هیچ کس از الله که بر مهربان تر نیست. نیست پس ما چرا پیش کس دیگه برم الله سمیع هست مشنوه گپ پای مره الله قریب از بر ما مشکلات مرا خودش میفهمه الله عالم الغیب است آنچه که در قلب از کل رو درک میکنه الله قوی هست قادر است توانا هست میتونه مشکل هر بنده خدا چی کنه حل بکنه بنا ما مسلمان ها مشکل وقتی که پیدا کردیم راستن به کی رجوع میکنیم به الله رجوع میکنیم اینا بت پرستا و قبر پرستا چی میکنن وام میگن که نه، اینی بود که هست و یا اینی مجسمه که هست، ای چی هست؟ این مقربین الله هست، ما میریم برازی این نظر میبریم، ما میریم برازی از این قربانی میکنیم، زیر پای از این مفتیم لیقربونا اِلَى الله تا ای که ما, ما رو به الله چی کنه؟ نزدیک وقتی پرسانش کنی، چرا مستقیما از الله نمیخوی؟ میگه، من خب سیاه هستم الله عریضی مرا نمیگیره ما خو عاجز هستم ما نمیپذیره چون اون ده فکرش هست که الله رب تشبیه باقی کرده با یک پادشاه ظالمی که وریزی هر کسه نمیپذیره و با یک پادشاه عاجزی که نمیتونه کل کار چیکار کنه کل کار مخلوقات کنه پس میگه من پیش از میرم بازبرزی چرا خی وقتی که از پیشان پرسان میشد که والا این سالته هم من خلق السماوات و الارض وقتی که از پیشان پرسان میشد که میشد... میشد... آسمان ها و زمین ها کی خلق کرده میگن الله خلق کرده خی تو وقتی که تو الله را میشناسی به وجود الله باور داری مشکل کمی مشکلش است الله را میشناسه میفهمه خلق کننده است روزی دهنده است خی چرا پیش از مخلوق می رو کوشش نمیکنی باز الله میگه در قرآن از میشان که وقتی که از پیشان یه پرسان می... میگفتن که ما نعبدهم ما ایبوت را عبادت نمیکنیم الا مگر به خاطر چی لیقربونا الله که دست ما را بگیره عریضه ما را بگیره ما را به الله چی کنه؟ عزید. قریب بسازه الله برشان در جوابشان چی گفت؟ الله سامد الله اول از سکرتر ها بی نیاز است اش به سکرتر نیاز نداره دوم چی گفت؟ اذا سألك عبادی عنی فا اینی قریب من خودم به بنده خود قریب هستم چیز رفت که یک از دیگه بنده به من بسازه و دیگه آیت قرآن گفت که او دعونی نکو بر از این بود دست دعا بلند نکو دست دعا بالا بکو از تجب ما من اجابت میکنم این حال ای چی شد که این مشکل در چی پیدا در بود پرسی مشکل چی است؟ که صفات رحمان رحیم قریب مجیب کل صفات الله را برکی میدن به اون مقربین میدن به اون مجسمه ها یا برای قبرها میتن پس پیش از وا میرن چرا که میگه الله نمیپذیره دعای من این دوستش هست باز ای او رو چی میکنه بالا عزب الله وادارش میکنه فهمیدی یعنی اینال ای بازور ای چی میکنه او را قناعت میده و باز برش میگه که خیر سیره ببخشو به خاطر ما ببخشو فلانی ببخشو فلانی ببخش مثل که مثلا واسطه داشته باشی این حالی واسطه‌ای تو زور داره نه میرزه شخص برش بر برای پاچا هست، هست؟ یا وزیر میگه که این نفر ماست است یان دیوال ما کار شبو کو چطور است چرا نه یا با زور یا برای رضا سر چی میکنه ده. کار میکنه پس اینی صفات چی شد اینی صفات زشت یعنی اینال ده بت پرستی دو مشکل دو مشکل از بت پرستی و قبر پرستی اول صفات زشت پادشاه بر نسبت داده میشه به خالق مطال و این شرک کفر است و دو مشکل چی است که صفات رحمان و رحیم و قریب و مجیب الله به کی داده میشه به این مخلوقات به ای مقربین برای مقربین داده میشه از این خاطر اینا به ایواز الله همیشه به کی رجوع میکنن به مقربین رجوع میکنن زیادتر رجوعشان به کی است نزد بر ازو میبرن قربانی رو بر میبرن سجده بر ازو میکنن پیش شما ببینید کل کارا پیش کی میکنن پیش بت میکنن چرا خلاص باز آیسای سبا سا گزارش زمان خالق متعال کی فراموش شاد میشه اینی می بت است اینی قبر تمام روز دولم پیش از می سر پیش از می است شیشتن خیسن هم از خوردن هم توافم اونم از خلاص او ده... واضح شد ان شاء الله شرک فهمیدین بس ناله فهمیدین مشکل مشرکین در چی است مشکل مشرکین در دو بخش است اول دادن صفات زشت پادشاه ها پادشاه عاجز است ظالم است خیانتکار است ناتوان است این صفات به کی نسبت میده به خالق متعال چرا تشبیه کرد تشبیه خطرش دینی است مثلا وقتی که شما میگین که قاری طاهر در زمان عربی اگه ما بگیم قاری طاهر کل اسدی در اسلوب تشبیه در بلاغت کسایی که میخوانند میگیم قاری طاهر مثل شیر است پس اینجا صفات چی را دادیم؟ صفات شیر شجاعتش و قوات شبکی دادیم؟ به دا قاری طاهر اگر بگوییم که اونو فلانی شاگرد تنبل میگی شاگرد بیخی گوار است پس مانا است که اما بیعقلی و لودگی و جهالت گوده ای هست پس تشبیه اینمی خطرش هست وقتی که کسی توصیف میکنی فهمیدی یعنی اینالی خطرش جاینمی جا هست که مشرکین عیاز و بالله خالق مطالبه کی تشبیه میکنن با یک پادشاهی که او پادشاه چی است ظالم است خائن است عاجز است ناتوان است و هزارا عیب دیگه داره فهمیدین دوم مشکلی که اینا مقربین بر از او پیش میکنن مشکل از چی پیدا میشه که صفاتی که مخصوص الله هست که رحمان است رحیم است قریب است مجیب است سمیع است بسیر است کلش برکی کی بر برای مقربین برای این بت و قبرها میدن و متاسفانه بسیاری کسایی یه نمیفهمن. چرا در درس عقیده که اشتراک نکردی بسیاری وقتا این موضوعات نمیفهمن وقتی که نفهمید به احساسات این دوست خدا هستی خوب آدم هست ما پیش از این میرم چی نخص داره و فلان داره فلان داره فلان داره ای ظاهرش میبینه اما نمیبینه که نه برادر وقتی که تو تشبیه میکنی تو در حقیقت صفات الله را برزی و در اینجا تو در خطرناکترین شرک و کفر مبتلا میشی مشکل نس... چیز یهودیا چی بوده یهودیا مشکل شانده ای بود شرک در صفات اونا در صفات خالق چی مشکل داشتن اونا برعکس همی دیگرا یا صفات زشت انسان در کتاب خود که تحریف کردن به خالق متعال نسبت میتن مثلا میگن یاد الله مغلوله یکی از سخنای یهود چی است یهود سرشان لعنت الله چرا نازل شد اینا بسیاری وقتا که شما اگر امی کتاب تحریف شده از اینا را بخوانین دمی صفحات اول از امی کتاب ازی کم تو خوانده میرین ببینین که صفات زشت مخلوق به کی نسبت میدن به نسبت میدن صفحه اولش میرین بخوانین مثلا چی است دی در ساک اگر آدم حال می بود از روش آدم می خوبتر بود مثلا در صفحه اولش چی میگم میگه آدم و هوا وقتی که در جنت بودن میگه خداوند به آدم و هوا گفت که از اینی درخت نخورین اگر خوردین باز میمورین سیز نه؟ با صفحه دومش میگه آدم و هوا از این درخت خوردن اما نمردن یعنی العیاز و بالله نسبت دروغه به کی میتن؟ و خالق مطالب باز صفحه دومش باز میده صفحه دوم سه میشه که بخوانی باز چی میگم میگه خداوند داخل جنت شد تشبیه میکنه خالق به یک انسان عادی وقتی که در دا جنت داخل شد صدا کرد که آدم اوا ویر آریو کجا هستین آدم اوا آدم هوا گفتن که ما صاحب در پشت درخت خدا پت کردیم چرا خدا پت کردین از او درختی که گفته بودم بخورین نخوردین نخو... نخور... از او گفتم نخورین خوردیم؟ یعنی از این استنباط میشه که العیاز <سؤال> بالله خالق مطال دو تا مخلوق داره این دو تا مخلوقش گناه کرده هنوز خالق مطال خبر نداره <سؤال> 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 بازو هم میگه که باید خوردیم باز دیگه دا صفحش میگه که چرا از این درختی ای رو ممنوع کرد گفت یارا من نکرد که از این درخت نخورم که این درخت معرفت نیک و بد بود چرا گفت اگر از این آدم و هوا بفهمه آدم مثل ما واره میشه علمیت پیدا میکنه کل چیزا میفهمه العیاز بالله نسبت حسادت به کی دادن به خالق متعال ده دیگه که بری که بخونی این این تحریفات کردن صفات ضعف و ناتوانی و عاجزی مخلوق به کی نسبت میدن به خالق متعال نسبت میدن در جای دیگه میگه که خالق متعال از خلق کردن بنی اسرائیل پشیمان گردید یک کفر است در جای دیگه ش آمده که یعقوب علیه السلام که یک نفر تا صبح قشتی گرفت وقتی که صبحکی شد پرسانش که تو کی هستی العیاز بالله و نفر که یعقوب علیه که از قشتی گرفته بود ای خالق متعال بود باز میگه نام از منطقه را گذاشتن چرا فنییل گذاشتن مگه به خاطر که دمینج یعقوب خالق خدا چی کرده بود ملاقات کرده بود که تشتا صبح چی گرفته بود العیاز بالله قشتی گرفته این حال یهودی لعنت الله سر از اینا به خاطر زی نازل شد که اینا چی میکنن صفات زشت و آجزی و ناتوانی مخلوقه، به کی نسبت میدن به خالق متعال و یا کل شده کتاب هایشان که تحریف کردن هم چیزها را زیاد کردن شما اگر هر وقت من بر ما یک کسی از شاگرد های ما بود بر از می همین ام همی کتاب بایبل ها داده بودن کتاب بایبل کس پشترش رو شکل به فارسی کتاب مقدس به با انگلیسی بایبل میگن بازی دو بخش داره یک بخشش تورات تحریف شده است یک بخشش انجیل تحریف شده است تورات تحریف شده امیگا با هست باز نصرانی کس اردوی زیر قبول داره یهود باز می توراتش قبول داره انجیلش قبول نداره بازی از دوی از که بایبل نامش مانده ایره باز نصرانی ها قبول دارن خب این شرک مشرکین نام فامیدیم شرک جدد. یهود هم فامیدیم شرک نصران ها چه قسم است نصرانی ها از یهود کرده خطرناکتر هستن دو خطر دارم یک خطرشان چی هست که اونا تمام آنچه که در تورات ما برتان مثالا را گفتم تحریف شده دوامی چیزایی که آمده حسادت پشیمانی کشتی گرفتن کل ای، از اینا هم قبول دارن چرا که یا به تورات تحریف شده ایمان دارن و دو مشکلشان چی است که باز در انجیل باز اینا چی میکنن مشکل دومشان که صفات خالق متعال به مجسمه ساختگی عیسی مسیح و اون بت پرست هستن یعنی فقط بت از اینا عیسی را بود ساختن و امو بگوانه امو و رام و هم بود ساختن وان بود پرستی میکنن وان بود پرستی میکنن نصرانی های نیمی صفت خلق کننده و رح، رحمان و رحیم و سمی و بسیر و کلش برای کی میتن؟ برای عیسی مسیح علیه السلام میدن اینی است شرک در صفات یعنی خلاصه درس امروز ما شما چی بود که شرک در صفات دو قسم پیدا میشه یا ای که صفات الله را کس بر کی بده بر یک مخلوق بده و بسیاری وقتا شرک در و یا برعکس از او صفات مخلوق بر کی نسبت بده به خالق متعال نسبت بده مثلا عمو صفاتی که مخلوق داره که مخلوق مثلا جسم داره یا کس مثلا الایاز بالله بگه که الایاز بالله خالق مثل مخلوق جسم داره این شرک پیدا میشه در صفات الله ما شما عقیده داریم که الله ید داره بل در قرآن یدش آمده لیکن دست الله که ید که به ترجمه میشه به معنای دست این ما تشبیه نمیکنیم، با دست کی مخلوقات چرا دست ما کس این دست مخلوق است خی دست خالق متعال چه قسم است در جوابش میگیم که ما کیفیت از او را نمی فامیم قسم است که به ذات خالق متعال شایسته هست با دست خود و دست دیگرها او را تشبیه نمیگیم چرا اگر تشبیه کردی اینجا شرک آید چرا دست ما و شما جسم است و نسبت مجسمه یک طایفه هستن و اونا را مجسمه میگن چرا مجسمه میگن؟ به خاطر از که صفات خالق مطالع مثل صفات مخلوق تشبیه میکنن پس یا برای خالق مطالع علیه بلا جسم قائل میشن اما جسم مثل مخلوق ما شما میگیم نخیر خالق مطال آنچه که در قرآن گفته که وجه هست یا مثلا ید است یا ساق است یا هر چیزی که در قرآن آمده و در احادیث آمده ما قبول داریم اما تشبیش با مخلوق نمیکنیم و تعویلش هم نمیکنیم و تعطیلش هم نمیکنیم که بعضی کسا میگن نه الله دست نداره چرا دست نداره العیاز بالله یک تعداد الله رو میگه دست داره مثل جسم و مخلوق رو تشبیه میکنه یا مشبهه گفته میشه یک تعداد دیگه باز میخواد از تشبیه فرار کنه بیکی صفت الله رو تعطیل میکنه یعنی الله را باز تشبیه میکنن با یک مخلوقی که هیچ جامد است علی اعوذ ما میگیم نه خیر آنچه که الله برای خود نسبت دادن او را ما قبول داریم آنچه که در قرآن است او را قبول داریم لکن کیفیت شما نمیفهمیم چرا کیفیت صفات الله که است مربوط غیب میشه ما غیبه نمیفهمیم چه قسمتی سیادی الله عمو قسمی است که به ذات الله چی است به ذات و جلال و عظمت الله شایسته است با مخلوق را تشبیه نمیکنیم خب چرا فالبینا کافر میشن در صفات و کسایی که مثلا پیش فالبینا و تاویزگرا و جادوگرا میره یا چرا کافر میشه علت از این هست چرا اکثرا فالبینا اکثرا جادوگرا اکثرا تاویزگرا را کسایی که اینا روی تاله میبینن ادعای علم غیب میکنن وقتی که ادعای علم غیب میکنن پس این فالبین به خاطر ادعای علم غیب این شرک در صفات آورد مشرک است نفهمیدین فهمیدین یعنی یعنی بسیاری کسا با وجودی که میگه من مسلمان هستم عطا که مسلمان ها صفات الله را به مخلوق بدن یا صفات مخلوق را به خالق بدن مثل امت دیگر دیگه که در شرک مبتلا شدن در شرک مبتلا میشن از این خاطر الله سبحانه تعالی در قرآن از این ام از مشرکین قریش بیان کرده ام از یهود بیان کرده ام از نصارا را بیان کرده عیبهایشان تا که ما به مو ها مبتلا نشیم یعنی به خاطر وقایه وقتی که فامیدی باز خدا از عیبای از اونا رو نگاه میکنین اینا مشرکین و کسایی که مثلا در آلم فعلا کسایی که فالبین هستن اینا چرا در شرک مبتلا میشن یا به خاطر ازی که بسیاری از تاویزگرا اگه شما دیده باشین فالبینا رو ببینین جادوگرا رو ببینین یا اکثر از اینا فال میبینن فال چی مانا کتاب باز میکنن میگه بیا که ما برات فال تا ببینم یا تو صاحب چهار تا چی میشی با خاطر که تو را خوش بسازم او تو چهار تا زن میگیری چهار تا باز باز که تو خوشحال است باز میگم شش تا بچه پیدا میکنی هفت تا سه تا دختر پیدا میکنی باز از زن دومی دوازده تا بچه پیدا میکنی اینا کل از یار چی از؟ ادعای علم غیب میکنن فهمیدن؟ اینا یا با ادعای علم غیب چی کردن صفت الله را برای کی دادن خودش ادعا کرد مراجعینش چرا کافر میشه به خاطر که مراجعینش اقرار به زبان میکنه و تصدیق بالقلب میکنه باز باز راز میگه که خو حال ما میتونه مشکل طرف بکنم آ چطور میشن میگه بتی چیز پنج هزار پی پن. حالا اگر ای عقیده نداشته باشه و اگر پایزی چرا پنج هزار رو بتن باز باز میگه خیر از پنج هزار ندارم همین دو هزار بگی راست گفتی راست گفتی این حال اکثرا تاویزگرا و تراک هستن و این همی فال بینا که هستن و ای جادوگرا که هستن اینا ادعای علم غیب میکنن و مراجعینش اینمی شخص در اینمی صفت در این ادعا چی میکنه؟ ایمان به این میاره و تصدیق میکنن بالاخره ای در شرک مطلع میشه. و اکثریت مردم در صفات خالق مطال به این یا مثلا ادعا میکنن میگه تو بگی یک یا کسی هم فالبین توبه کرده بود میگه ما میگه ما نشتا میکنیم در دمو چیز خود که فلانی دختر داره چند تا دختر داره بالا اصلا هفت تا دختر دارم خلاص اینا من یک احکام برات میتم که تقدیر تبدیل دختر از بچی تبدیل شوه با بچه تبدیل شوه اینا خودش خوب میخونه که والقدر خیریه و شره من الله تعالی اندازه خیر و شر تعین الله میگه یحب لمن یشاء ذکورا الله برای بعضی کسا بچه میته برای بعضی ها دختر میته برای بعضی ها اردوش میته برای بعضی ها اش نمیته آل الله برای یک نفر هیچ بچه مقدر نکرده ای میخوای تقدیر تغییر بده و بسیاری وقتا صراحتا بازو الفاظ جور کردن که ستاره تواویس و ستاره زیادشیست من با ستارایتان تبدیل میکنم ها؟ این ستاره ای تن این گپای فال بینا و جادوگرا کسایی که میخوان این الیا در العیاز بالله شرکی در چی میگن در تصرف میگن یعنی میخوان که خودم مالک متصرف ای الله قرار بده یا بعضی کسا مثلا است یک کفتر میترسم میگه کفتر همی که دست بزنی میکشید یعنی کفتر این کفتر چطور است باز ما مرا میکشه یا کدام سلا داره یا کدام چی داره نه ای کفتر هیچ کمال نداره فقط به خاطر که کفتر فلان شیخ صاحب است این قدرت داره که زنده میکنه و می میریانه میکشم میکشه از بین میبرید یعنی بسیاری وقتا اما مالک متصرف که الله هست بسیاری وقتا تصرف به چی میتن به مخلوقات میتن یعنی بسیاری وقتا در صفات الله یعنی هر کسی که در که از صفات الله شرک میره بین قسم اکثرا در بین ما امت رسول الله صلی الله علیه و آله چیزا کم کم هایستا هایستا, هایستا. کسایی که جاهلیت نمیفهمند کسایی که عقیده را نمیفهمن با گذشت زمان وقتی که دور شده از قرآن و دور شد از سنت بسیاری سری وقتا چی میشه به شرکیات مبتلا میشن و به سری کسا شما برین یک نفر پیش اون دور رفته براز میشینه که اون دو جان برای من تعویض بده که من چی شم ما؟, ما دختر نمی... دخ... خانه مولاد نمیشه بازو برش تاویز نشته میکنه اینه ما بر تاویز نشته میکنم و تاویز شکل واس کنی در تاویزش کل شرکیات است نام بط هاست و نام شیطان هاست و نام فلان و نام نام هست حتی نام سگ اصحاب کف در بعض تاویز ها نام سگ نوشته می کنم سگ اصحاب کف است به العیاز و بلا بعض صفات خالق مطالب به مخلوقات به این شکل از طریق تاویز ها اترامی ده چرا تاویز پناه بردن است وقتی شما به کس پناه میبرین الله میگه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس در قرآن هر جای پناه با کی است به الله است یعنی یک نفر که به غیر الله پناه برد این چی می میشه این در صفات،, صفات الله بعضی کسا صفات الله را به یک موره میده این موره را میگه کو تو را نگاه میکنه یعنی صفات،, صفات ای که الله حفظ میکنه حفیظ است و ای که الله سبحانه و تعالی مثلا تو را پناه میده ای به یک موره پناه میبرن بعضی ها به یک سنگ پناه میبرن بعضی ها به یک چوب پناه میبرن یا شافی الامراض الله هست صفت و, 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 و اذا مرد تو فهو یشفین وقتی که ابراهیم علیه السلام بگن بعضی کسا یعنی بخصیم شما سعی کنین یعنی وقتی که یک نفر عقیده را درست نمیفهمه و در اینمه های عادی عادی انسان در شرک مبتلا میشه شرک چیست؟ شرک شریک ساختن یک مخلوق است یا در ذات خالق است یا در صفات خالق است یا در افعال خالق است یا در عبادت خالق است یا در اطاعت خالق این به یک شکل از اشکال دینمی هم وقتی که یک انسان یک موره رو ویزان میکنه باز بعضی کساش میگه او شما دیگه گپکای خرد خرد میپیچین این میگه به خردی رو در دوزخ میبره سیز نه یک گپ خرد است مثلا صفات الله هست که ابراهیم علیه السلام میگه و اذا مریت تو فهو مرکی شفا الله شفا این میگه نه این مورگه که ویزان کده گردنت جورت میکنه یعنی شفاده هندای چی شد؟ مورگه گپ خورد شد؟ گپ خورد. گپ خورد نیست مسائل اعتقادی هیچ گپ خورد نیست حتی رسول الله صلی در حدیث شریف است که نو نفر آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و بیعت چی کردن برای دین کلمه می رسول الله دست ده نفر آمدن نو نفر شد, نفر شد. دست نفر نو خدا رسول کرد اصحاب من که رسول اسلام نو نفر بیعت کردی بیعت بدین دین که مسلمان میشه که تزی چرا بیعت نکردی گفت در شانی از او اینجا در تومار است شرک است گفت چطور مسلمان میشه که در آثار شرک است این نفر زود را کند او سو انداخت او سو انداخت باز رسول دست دار بیعت یعنی سعی رسول الله صلی الله علیه و سلام میفهمه که با ای اگر اینمی چیز باشه در چیزی ای ای ایمانش الله قبول نمیکنه ما شما میگید گپ بسیار عادی است بسیاری گپ قصه میگه والا نه گپ ای, ای عادی است مردم خیر سالنگ دو تا موره چی داره یک یک دانه یک مثلا اسپند چی داره بسیاری کس ها میگه شفا در اسپند است خانه تا که اسپند کنی چیزی که بلاها و هست پاک میشه پاک میشه در حالی که پاکی خانه انسان و پاکی خود انسان است ای با کلمه هست با قرآن است وقتی که تو یک جای میری وقتی که تو رسول اللہ الله هم در جای تا میشه اعوذ بکلمات الله تاماتی من شر ما خلق و در قرآن میگه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی و من شر حاسد اذا حسد از کل جنا رسول الله صلی الله علیه و به الله پناه میبرد اینا مشکل در اینجاست که بسیاری وقتا امی شیطان کس فریب شیطان در این نقطه هست که این نقطه را اگر بفهمی شیطان چی میکنه گناه های بسیار کلان کلانه در چشم تو بسیار خورترک جلوه میده بسیار خورترک تو که سهل میکنه میگه او اینه این گناه عادی گپ است در چیزی که تو را در دوزخ میپرده او را بسیار خورت جلوه میده و در چیزی که ایچه آدم در دوزخ نمیده اکثر مردم کسی بعضی از پرسان کنه که شرک چند قسم است شرک در ذات چه قسم است شرک در صفات چه قسم است بسیاری کسا را پرسان که من یگان تا سوال میکنه پرسان میکنه که استاد ببخشید امی آدم علی السلام کی ششت آ این سوال میکنم زیاد امی آدم علی السلام کی ششت بعضی دیگه می سوال میکنه که امی آدم علی السلام کی در قبر مون امی اولین کسی که در دوزخ میره کی هست امی اولین مثلا فلانی شد کل سوالایی که این سوالا را اگه هیچ یاد نداشته باشی نام شوهر بیبی خدیجه قبل از پیغمبر صلی الله کی بود شوهر اولیش پیش از پیغمبر صلی الله علیه یاد ندارم حالا مر یاد نداشته باشه اینا رو برش من برادر عزیز خیر ببینی بی این سوال خو خوب است امی چیزا چی تو میکنی امی شرک در صفات چه قسم است استاد مایرا نمیفهمم چرا از این پرسان نمیکنی از این پرسان تو که اگر تو شرک در صفات داشته باشی تو رو در دوزخ میبره اینال شیطان چی که در اونی سوالایی که مهم است او رو برش خورتره گفته هیچ کلمه خاندی خلاص اما اون سوالایی که هیچ به دردش نمیخوره و هیچ فایده نمیکنه و نازو سوالات ها سایی بیست میکنه زنگ میگه میکنه که بسیاری وقتا من خودم برش میگم یاد ندارم و بیدارم چرا یاد ندارم؟ من میگم اصلا نبیره نخواستیم یاد بگیرم امیر اصلا هیچ نخواستیم که یاد بگیریم مثلا شاید شوهرای بی بی خدیجه قبل از رسول سلام شاید در کتابای سیرت هایشان آمده باشه اما نامش برای هیچ ضرور نبوده به این واسه از ازا چرا نامای الله را یاد نگیره چرا معانی نام آیات را سرش وقت خود برش نتیم مهم است چرا صفات الله را سه یاد نگیریم اسماء و, یا و, و صفات چرا یه اسماء و صفات که هر نام الله کسی اسماء و صفات چرا من هم نام است هم صفات الله داره پس باید او را بفهمی و مطابق از زندگی بکنی اینالو رو باید یاد بگیریم که دو مشکل پیدا نکنیم اینالو در اسماء و صفات بسیاری که را همیل برین شما صد نفر پرسان کنیم بگیم ار رقیب چی مانه خوب مردم های تحصیل کرده بگیم امیر رقیب برای ما یک پنج دقیقه بارش گپ بزنم یک دقیقه گپ زدن اما در گپ چیز که از در مخلوق که هست زیادتر در مخلوق پرستی و در فلانی و فلانی آدم چی میکنم مشغول میساز اهمیت دهی است که انسان مسلمان باید اینی نقاط بفهمه و الله ما و شما رو توفیق نسید بکنه که صفات الله را بفهمیم و شرک در صفات بفهمیم و خدا از شرک در صفات الله نباه بکنیم سبحانک ما و بحمدک اشهد ان